خداوند یاری امان کنند جناب خدایی. حضرت علی می فرمایند وقتی کار را به خدا بسپاری موفق خواهی شد. دعا کنیم، دعا کنیم که خداوند روز پیش روی ما را به ما مرحمت کند و از آسمان برای من یک فرشته بفرستد، فرشته ای که ناجی ما بشود و ما را از آتش فتنه و فساد نجات بدهد، حفظ کند. من آناستازیا، اولین فرزند مادرم هستم، دردانه پدرم، عزیز دل خواهرم بودم، زیباترین گل جزیرم، نهالی که باد ندیده بود، دریای بی طوفان. من رویای کس دیگری بودم، رویای یک شاهزاده در دوردست ها. آنگاه که خورشید بتابد و خاک مساعد باشد، کسی نمیتواند مانع باز شدن قنچه شود. کودکی که باید بزرگ شود بزرگ میشود. هر کودکی به طریقی بزرگ میشود، با شیر یا با عسل، با حرفهای خواهرش یا مهربانی و محبت پدر و مادرش. من آناستازیا در این قلعه قدیمی چیزها دیده و یاد گرفتم، بدیهای پرزرق و برق‌ترین جای دنیا را، تاریکی براق‌ترین جواهرات و شیطان پشت زیباترین چهره‌ها را و درون قدرتمندترین حکمران دنیا را، مانند آب زلال، روشن، صاف و خوش‌قلب دیدم. من آناستازیا، حتی اگر از آسمان آتش ببارد، حاضرم خیش را فدا کنم. از حسرت گذشتم، از ناامیدی و مرگ. یک روزم مانند یک عمر گذشت. من گذشتم و دوباره خودم را ساختم. می آیم. گذشته دیگر برایم مثل یک گل پژمرده است. خدا حافظ کودکی، خدا حافظ گذشتم. از خیشتن جدا شدم، بالهایم را گشودم، حاضرم برای عشق جانم را فدا کنم. من آناستازیا برای اولین بار میخواهم به دنیا سلام کنم. در خونهایم آتش جریان دارد، در چشمانم نور ستارگان. دوباره متولد شدم. از عشق به من زهری رسید تا از معصومیتم شمشیری بسازم. از موانع آزادیم گذشتم، میایم
برای تغییر سرنوشت، ساختن آینده، می آیم برای باقی گذاشتن نامم در جهان. کماندارها، نشانه گیری، تیرها حاضر. به ما دروغ گفتن، ما را فریب دادن، پادشاه مرده، حمله کنید. آی مردم، صبر کنید. درویش پاشا، خدایا توبه، این ماه پیکر است؟ والله که خودش از سلطانم. آنجا چه میکند؟ این خاتون عقلش را از دست داده. من سوگلی سلطان احمد خان هستم. کمی پیش در کنار سرورمان بودم. سرورمان نمردند، هنوز زنده هستند، نفس میکشند. شاهزاده مصطفی نیز همینطور. دروغ! دروغ! دروغ نیست. در پیشگاه خداوند قسم میخورم که سرورمان سالم است. برای همین یک نفر دیگر را به عنوان پادشاه به ما نشان دادی؟ پادشاه بیمار هستند. آری، حکیم ها آمدند، درمانش میکنند. امروز یا فردا چاره ای پیدا میشود. سرورمان دوباره سلامت خواهند شد. من باور دارم، شما نیز باور کنید. خداوند به ما یاری خواهد رساند. دروغ میگوید مردم، به این خاتون اعتماد نکنید. میگویم سرورمان مرده است. راه بیفتید، راه بیفتید. مردم خشمگین شده. اصلا دروازه ها را باز کن هاندان. همه به خاطر تو خواهیم مرد. آن زمان چه سودی دارد که دولت را چه کسی اداره می کند؟ بعد از مرگ فرزندم دولت را چه کنم؟ دنیا را چه کنم؟ امان یارم، مگر می شود؟ برخیز. این خاتون جادو شده، جادو شده، جادو دیگر چیز؟ مردم، چه جادوی؟ این زن جادوگر است. بکشیده است، زود باشی. بکشیده است، بکشیده است. صبر کن درویش پاشا. نه، امشب کسی نخواهد مرد. به خانه هایتان بازگردید. نزد عزیزان چشم به راهتان بازگردید. نزد پدر و مادر، همسر و خواهر و فرزندانتان. آناستازیا، حرفم را باور کنید. سرورمان خوب خواهند شد. اکنون وقت عصیان نیست، زمان دعا کردن است. من دعا میکنم، شما هم دعا کنید. این نقشه است مردم، نقشه. باور نکنید، میگویم سرورمان مرده. فریب نخورید. نه، فریب نیست. آنهایی که باورم ندارند، وقت مواجب دادن به قصر بیایید. آن روز با من نه، بلکه با سلطان احمد روبرو می شوید. کسی نباید آسیب ببیند. پاداش معتمدان سرورمان محفوظ و برای مخالفان شمشیرش آماده است. منتظر بمانید. آناستاسیا، به خانه هایتان بروید. نزد عزیزانتان بازگردید. بروید، بروید. صبر کنید مردم، خاتون فریبتون داد. باور نکنید، حرفای این خاتون را باور نکنید. از اینجا نروید مردم. سربازان، به پای کامی رویم. همگی در صف. پادشاه مرده است، خاتون دروغ میگوید. یا الله، الحمدلله، از اینجا رفتم. Thank you.
ای خالق قدرتمند، تو خیلی بزرگ هستی. مگر ندیدی؟ وقتی تو داشتی میگریختی، این دخترک چه قوقایی کرد؟ فرار چی ساج آقا؟ به خاطر دولت عالیه عقلمان حکم کرد جانمان را به دندان بگیریم و برویم. اگر میدانستم من خودم همراه او میرفتم. میرفتی؟ چرا نمیگویی که داشتم جیبهایم را پر میکردم؟ چه شده از حاجی آقا؟ تا همین دیروز چه شکنجه ها که بران دختر روا نداشتید؟ من به او رسیدگی کردم، من حاجی آقا. گلگه آخر چطور از شلیک گلوله نجات پیدا کردی؟ امان یارب، این جوشنیست که جناب خدایی به تو دادند؟ خداوند نجاتش داده است سلطانم. این به جز معجزه خداوند چه میتواند باشد؟ گلگی، مرا نزد سرورمان ببر. این خاتون کیست؟ از کجا آمده؟ چطور مانع شده؟ من اصلا نمیفهمم. چه انتظاری داشتی شاهین؟ اینکه مردم قصر را آتش بزنند؟ حتی با وجود اینکه فخری سلطان هم آنجاست؟ چرا تو اینقدر دوست داری پیش زنان سرخم کنی؟ شاهین! من نزد کسی سرخم نمی کنم، این را خوب بفهم. بهتر است به خودت بیایی. خون رگهای تو خون اصیل چنگیز خان است که جریان دارد. مثل احمق ها رفتار می کنی شاهین. به اندازه احمق هستی که برای به سلطنت رسیدن به آسی ها و شورشی ها اعتماد می کنی. وقتی که به تو نگاه می کنم شاهین، به جز خشم، نفرت و هرس چیز دیگری نمیبینم. کمی از عقلت استفاده کن. چطور میخواهی فردا بر تختی بنشینی که امروز آتشش زده ای؟ منتظر باش برادرم، در روز پرداخت مواجب میفهمی چگونه بر تخت خواهم نشست.